خوش آمدید به برنامه امشب ویژه 40مین سال انقلاب ایران. بی بی سی فارسی با شماری از مهاجران ایرانی پس از انقلاب در پاریس گفتگو کرده و هر روز روایت یکی از اونها را از تاثیر انقلاب بر زندگی شخصیشون بازگو میکنه. عباس بختیاری یکی از نخستین زندانیان پس از انقلاب ایران بود. میگوید در 4 سالی که پس از انقلاب در ایران زندگی کرد همیشه زیر زبانش سیانور داشته. گفتگوی پوریا ماهرویان رو با ببین. عباس بختیاری هستم، مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس، بازیگر تئاتر و سینما. از سال 1983 تبعیدی مقیم فرانسه هستم. من جز نخستین دستگیر شده های بعد از انقلاب 57 هستم. به جرم هواداری از سازمان شرکای فدای خلق دستگیر شدم. این دستگیری کاملا زندگی منو دگرگون کرد. من با ورود به زندان احساس کردم که در واقع ورق تازه از زندگی من باز شد، چون تجربه نه زندان رو داشتم و نه اون فضای تلخ و سیاهی که همه روزه در زندان شاهدش بودم. اتفاقات خیلی نافرخنده برای من رقم خورد، از جمله اینکه همسر من 6 ماه باردار بود، در اثر یورشی که به خانه شد بچه کشته شد توی شکم همسرم و جلوی چشمای منم. دوستی داشتم یا رفیقی داشتم که با گلوله سینه او رو نشانه گرفتن و او هم جلوی چشمان من جان باخت. بعد از آزادی چه کار کردین؟ پس از آزادی زندگی مخفی رو انتخاب کردم. سریعا خوزستان رو ترک کردم. در تهران با ارتباطی که با سازمان شرکای فدای خلق برقرار شد تبدیل شدم به یک فرد سازمانی که یک زندگی مخفی رو با داشتن یک اسلحه و سیانور در واقع در تهران آغاز کردم. و خیلی تلخه که من بگم خواهر من که 19 ساله بود و باردار بود 6 ماه تو شعله‌های آتش سوخت، و خب ما یک به هر حال فرهنگی داریم که باید میرفتم توی مراسم شرکت میکردم. من با اجازه مسئول سازمانیم یک مسیر رو با تاکسی از تهران تا بروجرد طی کردم، مسلح با قرص سیانور، و شما نمیتونید تصور بکنید شیون و زاری خانواده و همه فامیل، و من وسط این همه آدمی که شیون میکردن و گریه، دستم و حواسم به کلتم بود و یه قرص سیانور زیر زبونم. چه مدتی در ایران بودید بعد از انقلاب؟ من از سال 57 که انقلاب شد بودم در خانه های تیمی تا سال 62. البته من قبل از 62 مجدداً دستگیر شدم و مدتی هم زندان بودم. علارغم 12 بار بازجویی موفق نشدن اطلاعاتی از ما بگیرن، چون در واقع دستگیری ما مربوط نمیشد به سازمان. ما یک خونه اجاره کرده بودیم که قبلا سازمان دیگری او رو اجاره کرده بود، و فردی که زیر شکنجه قرار میگیره پس از مدت‌ها مقاومت اطلاعات سوخته میده و به اون خونه حمله میکنن، به آن خانه حمله میشه. پس از 4 ماه ما زندان رو ترک کردیم. خب اینها همینطور ادامه داشت تا من لحظه‌ای که در واقع خاک ایران رو ترک کردم، آمدم دبی. حتی در دبی هم من باز سیانور همراه هم بود، و دیگه زمانی که فرانسه آمدم خیالم راحت شد که اینجا دیگه اون کابوس نیست، اون کابوسی که تو هر لحظه فکر میکنی دستگیر میشی و برای نجات جان سایر دوستا و رفقات، برای اینکه دیگران آسیب نخورن، این سیانور رو باید ازش استفاده بکنی. هنگامی که وارد پاریس شدم یک شوک بود. من هنوز فکر میکردم من الان خوابم یا بیدارم. واقعا من یک انسان زنده هستم، چون تو زندان دوران خیلی خیلی سختی داشتم. ابتدا آسیب خوردم سر این قضیه، یعنی واقعا مدت ها ناراحت بودم، و برای همین وقتی آمدم اینجا عصیان کردم. اینجا یورش میبردم به سفارتخونه های ایران و میخواستم این در واقع یه جوری حمایت خودم هم، چون اونجا دیده بودم آدم ها چطوری شکنجه میشن، از زندانی سیاسی نشون بدم، بروز بدم. ولی خب با گذشت زمان من متوجه شدم که
اینجا در واقع همه چیز متفاوته با اون دنیایی که من داشتم. از دل فقر آمده بودم، من از محله آمده بودم که اصلا اسمش ظلم‌آباد بود. الان زندگی چجوریه بعد از اینکه برمیگردید به اون 40 سال نگاه میکنید؟ امروز فکر میکنم من جزء اون دسته از یا اون 5% در واقع انسان‌های این کره خاکی هستم که با سعادت دارم زندگی میکنم، با خوشبختی دارم زندگی میکنم، گرچه زندگی تیره و سیاه بشر برای من یک درده، یک اندوهه، ولی میتونم بگم امروز قصه خودم رو ندارم. گفتگوی پوریا مهرویان بود با عباس بختیاری. مجلس خبرگان قانون اساسی در نخستین سال انقلاب محلی برای تبدیل آرمان‌های انقلابی اون به قانون بود. آرمان‌های اقتصادی هم به این قانون راه یافت. امروز برخی از اصول قانون اساسی مثل اصل 44 اهمیت تاریخی بیشتری پیدا کرده، چون شاکله اقتصاد پس از انقلاب را شکل داده. چه شد که این اصل که در ابتدا برای دولتی کردن اقتصاد بود، امروز اصلی است برای واگذاری دارایی دولت، اصلی که عمده خصوصی سازی های پرحاشیه و جنجالی به استناد آن صورت می گیرد؟ شهید هوشمندی گزارش می دهد. انقلابیون سال 57 آرمان های مختلفی داشتند. عدالت خواهی یکی از مهمترین این آرمان ها و فصل مشترک همه انقلابیون بود. از نگاه بیشتر آنها، عمده کارخانه داران و سرمایه داران بخش خصوصی، اشرافیان همپیمان نظام شاهنشاهی بودند که باعث بروز فاصله طبقاتی می شدند. We are opposite. And we want to kick out all imperialism now. در فضای انقلابی، اموال این کارخانه داران توسط دولت موقت مهدی بازرگان مصادره شد. Just move into any house abandoned by the rich during the revolution, collect their possessions, and then either hand them out to the poor or sell them off and distribute the money. اما حتی این نوع اقدامات برای انقلابیون کافی نبود، به طوری که روشنفکران سرشناس دولت موقت را محافظه‌کار می‌خواندند. شخص بازرگان را هم فردی لیبرال می‌نامیدند که عزم انقلابی لازم برای از بین بردن سرمایه‌داری را ندارد. بر طبق موازین اسلامی فراهم کند. 6 ماه بعد از انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد تا آرمان‌های انقلابی را به اصول قانونی تبدیل کند. قانونی که پیشنویس آن را دولت بازرگان تهیه کرده بود. خب اجازه می‌فرمایید ما مطرح کنیم. به هر حال خبرگان در مقدمه قانون اساسی نوشتند اقتصاد وسیله است نه هدف، و اصول مختلفی را به موضوع اقتصاد اختصاص دادند. در میان آنها اصل 127 از اثرگذارترین اصول شد و عنان اقتصاد ایران را به دولت واگذار کرد. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر. اصل اقتصاد ایران را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرد، اما عملاً بخش خصوصی به شدت محدود شد و برای آن نقش مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی در نظر گرفته شد. چارچوب‌های تعریف شده در قانون اساسی برای فعالیت بخش خصوصی هم مبهم و قابل تفسیر است. اینکه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد یا سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود. اصل اونی که به این صورت که تنظیم شده عرض میکنم. اما آنچه کمتر مورد توجه بوده، حواشی قانونی شدن این اصل سرنوشت ساز است. ایران بر اساس 3 بخش استوار است. این اصل در پیشنویس تهیه شده در دولت بازرگان وجود نداشت و هنگام طرح در جلسه خبرگان معلوم شد متنی که در اختیار نمایندگان گذاشته شده با آنچه قبلا مورد بررسی اونها قرار گرفته تفاوت دارد. که نمیشه نوشت 3 بخش رو تو پرانتز اینطور. این چیه پس؟ بله. ما اونی که مهیا کرده بودیم جلوتر توش فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری رو دیگه سهم
بخش دولتی قرار نداده بودیم. خلاصه کی تنظیم کرده امروز صبح؟ اون آقا بیان جواب بدن لطفا. این اونی که صبح بحث شد و توافق شد نیست. اولا سالیان اون دادن اگر این اونی که صبح آقایون اینطور نبود، چون من تا تمام آناتش بودم اونجا و این به این صورت نبود. آقایون شاهدن. یک فرد کلیدی در تغییر متن، بیت اوشانا، نماینده آشوریان در مجلس خبرگان بود. آقای ربانی آمدن یه متنی رو از یه کتابی خوندند و بعد آقای بیت اوشانا یه متنی تهیه کردن، یعنی همون را به عبارت دیگری نوشته بودن. آقای ربانی املشی آمدن خوندن گفتن این بهتره تنظیم شده. دکتر سرگن بیت اوشانا به حزب چپگرای توده نزدیک بود، حزبی که چند ماه پیشتر در نامه‌ای به مهدی بازرگان مشابه آنچه وارد قانون اساسی شد را برای گنجاندن در پیشنویس قانون پیشنهاد داده بود، اما دولت موقت آن را نپذیرفت. بیت اوشانا در نخستین مجلس شورای بعد از انقلاب هم به نمایندگی انتخاب شد، اما با آغاز موج برخورد با حزب توده دستگیر و به اتهام جاسوسی محاکمه و زندانی می شود. به این شکل احزاب چپ با اینکه با خشونت از سیاست حذف می شوند، اما در اتفاقی اثرگذار نقش آفرینی می کنند. در دهه نخست انقلاب دولت بر تمام بخش‌های عمده اقتصاد مسلط می شود و شرایط جنگی فرصت بیشتری برای دولتی شدن اقتصاد و به حاشیه رفتن بخش خصوصی فراهم می کند. حتی پس از جنگ و هنگام بازنگری قانون اساسی در سال 68 هم نام اصل 127-4 به اصل 44 قانون اساسی تبدیل شد، اما محتوای آن کوچکترین تغییری نکرد. با وجود این، هاشمی رفسنجانی که اتفاقاً در تغییر قانون اساسی نقش کلیدی داشت، در همان سال رئیس جمهوری شد و سعی کرد رویکرد اقتصادی جمهوری اسلامی را عوض کند. این دوران همزمان با فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی بود. در این حال و به مرور بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که نمیتوان با حاشیه نشین کردن بخش خصوصی اقتصاد پویایی داشت. کم کم از نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت بخش خصوصی برای بازسازی جنگ سخن به میان آمد. بورس تهران که نماد سهامداری شرکت‌های خصوصی بود، دوباره فعال شد. واردات کالاهای مصرفی که تا پیش از آن ضد ارزش بود، رونق گرفت و مالکیت شماری از شرکت‌های دولتی هم واگذار شد. با وجود وقفه‌ای که در دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در روند خصوصی سازی پیش آمد، این روند در دولت محمد خاتمی ادامه یافت. واگذاری شرکت‌های دولتی به میزانی رسید که در سال 80 تشکیلاتی به نام سازمان خصوصی سازی تأسیس شد. این سازمان در حالی مسئولیت واگذاری شرکت‌های دولتی را به عهده گرفت که اصل 44 قانون اساسی همچنان پابرجا بود و تنها تفسیرهای تازه‌ای از آن مطرح شد. اما این اصل در سال 1384 و همزمان با شروع به کار دولت محمود احمدی نژاد به عکس خود تبدیل شد. اصل 44 قانون اساسی که ابزار دولتی کردن اقتصاد ایران بود، در تغییری تاریخی ابزاری برای خصوصی سازی گسترده می شود. سیاست‌های اصل 44 خیلی مهمه. این ابزار به وسیله آنچه سیاست‌های کلی نظام نام می‌گیرد، با نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت و دستور رهبر جمهوری اسلامی به دست می‌آید. مسئله عدالت‌خواهی را حتماً در نظر بگیرید. منتها اقتصاد کشور باید شکوفا بشه، نیروهای مردمی باید بیان تو میدان اقتصاد و کار بکنن. اینم با حرف و گفتن اینها عملی نمیشه، اینها عمل لازم داره. در نتیجه تحول 17 سال پیش اصل 44، صدها هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده که عمدتاً در اختیار نهادهای عمومی قرار گرفته. حالا از ارگان‌های نظامی تا آستان‌های مذهبی همه شرکت داری می‌کنند، بانک و بیمه دارند و به تجارت مشغولند. مخالفان خصوصی سازی معتقدند شرایط فعلی نتیجه میدان دادن به بخش خصوصی است،
اما موافقان آزادسازی اقتصاد با ساختن اصطلاحاتی مانند خصولتی میگویند شرکت‌های دولتی به بخش‌های شبه دولتی واگذار شده و سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کمتر از 20% است. این واگذاری ها در ایجاد طبقه جدید نقش داشته که متهم است با بهره گرفتن از امتیازهای ویژه اختلاف درآمدی فاحشی با بقیه جامعه پیدا کرده. حالا در 40 سالگی انقلاب می توان پرسید اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی چقدر آرمان عدالت خواهی را دست یافتنی کرده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. پروین علیزاده، استاد اقتصاد در اقتصاد توسعه در شعبه لندن دانشگاه بوستون با ما هستن. خیلی خوش اومدید خانم علیزاده. بیش از یک دهه است که از ابلاغ سیاست‌های کلی خصوصی سازی در ایران میگذره. چرا به نظر شما این قانون در عمل اجراش ناکام بوده؟ خصوصی سازی همینجور که در این برنامه مطرح شد، از به خصوص از سالهای ریاست جمهوری آقای رفسنجانی مطرح شد، ولی به عقب افتاد، برای اینکه از نظر سیاسی جامعه آمادگی این رو نداشت. در دوران آقای خاتمی همینجور که دو مرتبه مطرح شد، 3 تا بانک رو بهشون مجوز این دادن که بتونن به طور خصوصی کار کنن. ولی اصل خصوصی سازی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد و اون یه چیز خیلی جالبی که این خصوصی سازی ایران به همراه داشت، خیلی بیشباهت به خصوصی سازی در خیلی کشورهای دیگه، این بود که هدف خصوصی سازی در دولت آقای احمدی نژاد توزیع درآمد بین اقشار فقیر بود. یعنی اصلا هدف این نبود که صنایع ایران رو بخوان از اون حالتی که در دست دولتن و خیلی از نظر کارایی پایین هستن و خیلی هزینه بالا دارن در بیارن. بیشتر واسه این بودش که سهام این شرکت‌ها به افراد فقیر و کم درآمد داده بشه. 40% از سهام کشور این کمپانی‌های که خصوصی شده بودن داده شد به آدم‌های بسیار فقیر و بسیار تهیدست، از جمله مثلا به مقداری هم به بسیجی‌هایی که خیلی کم درآمد بودن یا آدم‌هایی که جنگ زده بودن بعد از جنگ عراق. 40% دیگرش هم داده شد به از این سهام خصوصی سازی که خیلی عظیم بود، مقدارش بسیار عظیم بود، داده شد به مؤسسات نیمه دولتی که در حقیقت خب معلوم نبود که در حقیقت چه کسانی بودن که از این بهره مند شدن، ولی مؤسسات غیر نیمه دولتی بسیار در این شریک بودن و 20% هم برای خود دولت باقی موند، برای اینکه یک سری صنایعی بودن که همیشه بالاخره با دولت روی اونا نظارت بکنه. خصوصی سازی برای این خیلی موفق نبود، با اینکه سهام رو تقسیم کردن بین گروه‌های مختلف، هیچ وقت پیدا نشد که چه کسانی صاحبان این کارخونه‌ها هستند. خیلی پنهان باقی موند، در حالی شفافیت اصلا نداشت. در حالی که مثلا وقتی ما به خصوصی سازی در انگلیس نگاه می‌کنیم، زمان مارگارت تاچر، سهام به همه فروخته شد، هر کسی میتونه سهام رو بخره و خیلی آشکار بود که چه کسانی اداره کننده و مالک این شرکت ها هستن، ولی در ایران این اصلا آشکار نشد، هنوز هم آشکار نیست که چه کسانی هستن که دارن این شرکت ها رو میچرخونن. و یک مشکل این فرم از خصوصی سازی این بود که کارایی و رشد اقتصادی این شرکت ها هدف خصوصی سازی نبود. اصلا هدف خصوصی سازی همیشه اینه که چطوری شرکت‌هایی رو که خیلی از نظر باروری اقتصادی پایین هستن، چون در بخش دولتی هستن و برای دولت قرض ایجاد میکنن، اینها رو بتونن خیلی هم شفافتر بکنن و هم خیلی بارورتر بکنن که بتونن روش اقتصادی رو برن بالا. در ایران این اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه هدف خصوصی سازی به خصوص در دوران پاپولیستی آقای احمدی نژاد بیشتر توزیع درآمد بود تا تغییر روابط صنعتی. اما این توزیع درآمد اصلا باعث شد که اصلا درآمدی نداشته باشن خیلی از این شرکت هایی که واگذار شدن، به مرز ورشکستگی کشیده شدن و حتی الان صحبتش هست که بعضی از این شرکت ها دوباره به دولت واگذار بشن. چرا اینا نتونستن سوددهی داشته باشن؟ خب اتفاقات متفاوتی در این زمان افتاده. یکیش همین مسئله تحریم ها بوده.
خب تحریم ها، یکی مسئله تحریم ها بوده و یکی هم مسئله کمبود ارز و پایین آمدن قیمت نفت در یک مراحلی بوده. مسئله تحریم ها باعث شدش که واردات اجازه ورود خیلی از واردات صنعتی به ایران با یه مقداری مشکل ایجاد بشه، با یه مقداری مشکل روبرو بشه و این خب خودش خیلی اثر گذاشت روی کارایی این شرکت ها. ولی بیشتر از همه این بود که آدم هایی که این شرکت ها رو میگردوندن آدم هایی که اصلا این کاره باشن نبودن، یعنی آدم هایی بودن که بر اساس آشنایی های سیاسیشون با افراد مختلف این شرکت ها رو به دست آوردن، نه آدم های تجاری که دنبال سرمایه گذاری و دانش سرمایه گذاری دارن. یعنی اصولا این خصوصی سازی همونجور که گفتم بر اساس معیارهای اقتصادی اتفاق نیفتاد. خانم علیزاده، قبل از انقلاب وضعیت چطور بود؟ از دهه 40 که ایران به سمت صنعتی شدن پیشرفت، چقدر شرکت‌های خصوصی اون موقع در اقتصاد نقش داشتن؟ خیلی سوال جالبی هست. برای اینکه در زمان قبل از انقلاب بخش دولتی و بخش خصوصی مکمل هم بودن. بخش خصوصی رو بخش دولتی ایجاد کرد با ایجاد یک مقدار زیادی پول، تقریبا قرض‌های خیلی با بهره پایین و ایجاد سیاست‌های تجاری که بخش خصوصی رو خیلی قدرتمند کرد. ولی بخش خصوصی ایران در زمان قبل از انقلاب، سخت بشه باور کرد الان، بخش خصوصی ایران قبل از انقلاب بزرگترین بخش خصوصی خاورمیانه بود، بسیار بخش بزرگی بود و شرکت‌هایی مثل شرکت پیکان و ایران خودرو که ماشین و کامیون درست می‌کردن، شرکت‌های بسیار موفقی بودن. هنوزم توی ایران عجیبه که این دو تا شرکت از شرکت‌های نیمه موفق، یعنی اصلا موفق‌تر به نظر میان از نقطه نظری تولید و گسترششون. حتی شرکت پیکان مثل اینکه بیش از 1,000,000 ماشین در سال تولید می‌کنه. ولی قبل از انقلاب معیارهای خصوصی بودن و معیارهای اینکه چجوری شرکت ها کار میکنن خیلی خیلی بیشتر بر مبنای اقتصادی بود تا بعد از انقلاب. یعنی مثلا آقای خیامی میدونست که داره چه کار میکنه، در حالی که شرکت هایی که بعدا خصوصی شدن صاحبانشون و مالکانشون اصلا در چهارچوب صنعتی شدن قبلا نبودن. خیلی ممنونم ازتون، پروین علیزاده، استاد اقتصاد توسعه در شعبه لندن دانشگاه بوستون. خیلی ممنونم. 40 سال قبل مطبوعات در روزهای منتهی به انقلاب 57 بعد از یک دوره اعتصاب در بیشتر مواقع از انقلاب حمایت می‌کردند. اما بودند کسانی که با انتشار مقاله یا نامه در روزنامه‌های اصلی مخالفتشان را با اکثریت نشان می‌دادند. مسعود بهنود و مریم افشین نگاهی می‌اندازند به انعکاس صداهای مخالف جمهوری اسلامی در مطبوعات 40 سال قبل. سلام آقای بهنود، 20 بهمن 40 سال پیش افتاد به جامعه. خوبه دیگه الان یه فرصتی پیدا کنیم که بریم از جمله اینو بگیم. وقتی روزنامه رو بررسی میکنیم طبیعتاً چون مهمترینش رو میبینیم، انگار که همه یک دست شدن و همه پیش از موقع، یعنی حتی قبل از اینکه انقلاب پیروز بشن، تمایل پیدا کردن به یه جنا. اینطوری نیست. گاهگاه صداهایی بلند بود، نمیشه گفتش که خیلی میدرخشید، ولی بود. فقط کافی است که شما در نظر بیارین که وقتی که خانم مهشید امیرشاهی مقاله نوشت که در روزنامه آیندگان چاپ شد، این حادثه مهمی بود. چرا؟ به دلیل اینکه اولین باری بود که کسی وارد صحنه شد که اتفاقا آقای شاپور بختیار هم شخصا نمیشناخت، تا سالها بعد هم ندیده بودش، و این نویسنده باهوشی که قبلا تو کارهای سیاسی ازش مقاله نخونده بودیم وارد صحنه شد، گفت چرا ازش کسی حمایت نمیکنه، چرا حرفای رو گوشه. این حرف بدیعی بود که زده شد. بیشترین چیزی که به عنوان تک صدایی اگه ازشون یاد بکنیم مقاله خانم امیرشاهی بود، اما تنها نبود. در تهران مصور یک مقاله مفصلی چاپ شد که مجبور شدن ریزش کردند که بتونن کل مقاله رو چاپ بکنن، از منوهر میثاقی که معتقده که باید به جای نظام فاسد استبدادی در جستجوی نظام دموکراتیک بود و به همین دلیل هم معتقد است که جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست. البته به حالت سوال مطرح کرده، ولی این سوال رو با یه مقاله کاملا ریاضی تطبیقی بر بنیاد فلسفه و به اصطلاح
برداشت علمی ثابت کرده است که نمیتونه نظامی که صحبت ازش میشه دموکراتیک باشه. مقاله دیگه ای هم هست از مینو مشیری که مثل اینکه جوابیه به آقای دکتر ساعدی که میگه بی‌انصافی نکنید. بله دیگه، این مقاله خانم مشیری هم مهمه به خاطر اینکه دکتر ساعدی به هر حال سخنگوی و بیان جناح چپ بود و از همین زاویه وارد شد و همون جایی قرار داشت که بیشتر جناح‌های چپ در اون روزگار قرار داشتن و به حال یه آدم محترم صاحب نامی هم بوده که از چهره‌های اصلی روشنفکری ایران. خانم مشیری به جنگ او رفت، اونم باز در حمایت از آقای بختیار، برای اینکه میگه که پس با کدام یک از برنامه‌های آقای بختیار مخالفت دارن و میپرسه که شما چطور به خود اجازه میدهید از طرف تمام مردم ایران صحبت کنید. بله، وقتی که او داره توجیه میکنه این مخالفت ها رو میگه پس از شما نظرتون با اون یکیه. یعنی در حقیقت این مقاله خیلی به اصطلاح میشه گفتش که شجاعانه بود تو اون شرایط. در همین روزها یک مقاله دیگه ای هم تو آیندگان چاپ شد، جانشای درخشانی. اون هم مقاله تندی بود. بله، اون مقاله هم تقریبا مضمون مقاله آقای میساقی رو داشت، منتها حالا نه به اون گستردگی ولی رفت. ولی بذارید ببینیم فردوسی اتفاق مهمی توش افتاد. آقای مهدی بهار نویسنده معروفی است که به هر حال در همون روزها، در همون سالها در حقیقت باید گفتش که کتاب معتبرش خوانده شده بود. حرفش این بود که اولا به انقلاب میگفت شورش انقلابی، اینم تو اون شرایط ذره بدیع بود. بعد میگه که حاکمیت فقها بر مردم به جانشینی از خداوند صورت میگیره و به این لحاظ نمیشه باهاش گفتگو کرد. میگه پس بنابراین یه حاکمیتی میشه که چون جانشین خداست جای گفتگو با مردم براش باقی میمونه. این مقاله چاپ شد و فردوسی دچار مشکل عجیب و غریبی شد، یعنی از اطراف فشارهای بسیاری بهش وارد کردن به طوری که فردوسی بعدش یک دو تا مقاله رو منعکس کرد ولی فشارها بیش از این بود و تمام نمیشد. در نتیجه یک صفحه‌ای دایر کرد که در شماره‌های بعدی خانم مهرانگیز کارم شد مسئول اون صفحه به عنوان حقوقدان و اونها نشستن و انبوه نامه‌هایی رو که در جواب میومد، البته یک دو تا هم در تایید میومد، اونا رو سر سامانی دادن و تا هفته‌های بعد ادامه دادن و همین مقاله بالاخره سرانجام دکتر بهار رو در یه وضعیت بسیار مشکلی انداخت. می‌خواید یه نگاهی هم بکنید به مقاله آقای مصطفی رحیمی؟ واقعش این استش که وقتی که آقای رحیمی رو نوشت که یک دو روز قبل از رفتن شاه بود، تکان دهنده بود. ما نامه های سیاسی داشتیم که افراد نوشته بودند و با نخست وزیر به شاه، اینا به خصوص توی یه سالی که فضای باز سیاسی اسمش بود زیاد نوشته میشد، ولی مقاله آقای رحیمی دیگه جدا از این بود. استاد برجسته حقوق وارد صحنه شد و با یکی دوتای خیلی جدی و بر بنیاد یک برداشت علمی سوالای بسیار جدی در مورد دموکراتیک بودن حکومت آینده کرد. البته اینم گفته باشم که در این فاصله روزنامه‌ها و به خصوص مجلات شروع کردن یه مصاحبه‌هایی کردن. مصاحبه معروف با شاملو در تهران مصور دیده شد، مصاحبه معروفی با داریوش فروهر در امید ایران و مجلات نشریات دیگه، و تو این مصاحبه‌ها و حرفایی که زده میشد حرفای بسیار جدی بود که نوشته میشد و مقالات دیگه هم. یعنی مقصدم اینه که همین اندازه که ما بهش اشاره کردیم نبود، بیشتر از این صورت. ممنون آقای بهنود. یه دو روز دیگه باقی مونده که دوباره روزنامه های اون روزها رو ورق بزنیم با هم. خب به پایان 60 دقیقه امشب میرسیم. از طرف خودم و جمال ازتون خدافظی میکنم.